ساعتی پیش گفتگوی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از ایشان پرسیدم تحلیل شما در رابطه با نتایج انتخابات هند چیست و آیا با توجه به پیروزی شکننده حزب بهاراتیا جناتا امکان ایجاد گشایش هایی برای مسلمانان هند وجود دارد؟ در ادامه پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را بشنویم. عرض سلام و درود خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون. همون گونه که شما در اخبار اشاره کردید، بله، آقای مودی از حزب بی جی پی یا بهاراتا جاناتا موفق شد برای سومین بار در انتخابات پارلمانی هند پیروز این انتخابات بشه. خب این انتخابات تقریبا چند هفته طول کشید و حزب اتحاد ملی دموکراتیک، حزب ایشون هست، موفق شد که برای بار سوم در واقع پیرو بالاترین آرا رو به خودش اختصاص بده، هرچند که 240 رای کمتر از 272 رای که حداقل حد نصاب هست برای تشکیل دولت. بنابراین برای اولین بار دولت ایشون ناگزیر به ایجاد ائتلاف با یک حزب دیگه هست. همون گونه که قبلا هم در برنامه‌های خوب شما من اشاره کرده بودم، احزاب مخالف هم، مخالف سیاست‌های ایشون هم، ائتلاف بزرگی رو تشکیل داده بودن که متاسفانه نتونستن اون اکثریت رو به دست بیارن و طبیعتاً فضایی که در داخل هند ما شاهد خواهیم بود، تحولات مهمش از این قرار هستش که ایشون ناگزیر به ایجاد ائتلاف برای تشکیل دولت هست و در این مسیر برای ایجاد ائتلاف طبیعتاً ایشون سراغ احزابی خواهند رفت که با طرح بزرگیشون به نام ویکسیت بهارات که طرح توسعه هند رو تا سال 2047 برنامه ریزی کرده همسو باشه، یعنی سراغ احزابی که بتونن در این رابطه بهش کمک بکنن و در دولت ایشون بتونن فعالیت داشته باشن. نکته دیگری که در مسائل نخست وزیری ایشون ما میتونیم پیش بینی کنیم، تداوم فشار روی مسلمانان در هند هست، به خاطر اینکه سیاست ایشون متاسفانه همراه با سیاست‌های تبعیض‌گونه و تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان بوده و این رو من فکر می‌کنم در دوره سوم کمی شدیدتر بشه، به خاطر اینکه ایشون با یک نظم فکری خاصی که بتونه جامعه مسلمانان رو در معادلات سیاست داخلی یا تصمیم سازی های داخلی هند خیلی دخالت نده، من فکر میکنم یک مقدار نوع رفتارها حالت رادیکال و تند داشته باشه و مسلمانان بیشتر در حاشیه قرار بگیرن. ولی اون چیزی که از منظر سیاست خارجی باید در نظر بگیریم، لازم هست اشاره کنم که دولت هند یا سیاست آقای مودی این بوده که در منطقه همواره در جوار قدرت‌های بزرگی مثل پاکستان و چین یک سیاست بدون تنش و سیاست آرامی رو در پیش گرفته، حتی در معادلات سیاست خارجیش که یک نقطه اختلافیش با پاکستان بر سر مسئله کشمیر هست، همواره تلاش کرده که با سیاست تدبیر بتونه جلوتر بره. معمولا معادلاتی که در این منطقه وجود داره، معادلات سیاسی که بستر خیز بحران بشه، دو تا بحران عمده هست، یک بحران در رابطه با مشکل چین با تایوان و دخالت سازمان بین المللی و به ویژه سیاست‌های ایالات متحده آمریکا که بر اساس همون نظم منطقه‌ای و سیاست‌های بین المللی اجازه نمیده که چین بتونه در تایوان خیلی حوزه نفوذ داشته باشه و معادلات تایوان برمان یکی از موضوعات اختلاف پرانگیز بین چین و آمریکا بوده، ولی هند در این رابطه خیلی دخالتی نداشته به جز این که نقش میانجی داشته باشه. مطلب بعدی در رابطه با سیاست خارجی هند، ما میتونیم مسئله همکاری هند با روسیه رو در نظر بگیریم در رابطه با سواپ گاز یا انتقال گاز از روسیه به هند که طالبان هم در اجلاس سال گذشته در تاشکند، یعنی در ازبکستان، آقای
مجاهد وزیر خارجه طالبان که حضور داشت اعلام کرد که ما بنا داریم که در طرح فروش گاز روسیه به هند خاک افغانستان به عنوان بخشی از همکاری استراتژیک دو کشور مورد استفاده قرار بگیره و لوله های گاز از خاک افغانستان رد بشه. مسئله که وجود داره اینه که رقابتی هم بین هند با برخی کشورها وجود داره و پاکستان همواره در رابطه با واردات گاز خودش که با ایران هم یک قرارداد بسته بود هند رو به عنوان یک رقیب جدی خودش میدونه. ما اخیراً شاهد یک طرح همکاری مشترک بین هند و عربستان هم بودیم که در اونجا هم طرحی به نام انتقال نفت یا انتقال انرژی کلن از حوزه خلیج فارس به سمت هند از زیر دریا مطرح شده. بنابراین میشه گفت اون چیزی که در معادلات کلان در هند و در ذهن آقای مودی به عنوان نخست وزیر میگذره اینه که طرح ویکسیت بهارات که تا سال 2047 ایشون برنامه‌ریزی کرده قطعا یکی از موضوعات مهمی بوده که تونسته حزب ایشون رو پیروز این انتخابات بکنه، چون رقابت‌هایی که در سطح سیاسی برای انتخابات پارلمانی در هند بود میشه گفت نگاه آقای مودی برای ایجاد ساختار توسعه در آینده هند میشه گفت مدرن و پیشرفته تر از بقیه احزاب بود که موفق به کسب این آرا شد. ولی به نظر من در حالت کلی میشه گفت که این انتخابات نتایجش هر چی باشه به نفع مسلمان ها نخواهد بود. خیلی متشکرم، روزتون خوش.